برنامه کوک رو نگاه میکنه از تلویزیون بی بی سی و حالا خواننده ای که کسایی که صداش رو شنیدن میگن صداش نه تنها آرامش بخشه بلکه درمانه. خواننده ای که روی مبل قرمز نشسته و اول برنامه برای ما خوند آزاده. خوب هستی؟ خیلی خوش اومدی. چند مؤدب نشستی؟ اینجا بعد نشست تو برنامه ها. خیلی خوش اومد آزاده. مرسی، خیلی ممنون. میخونی دیگه 25 ساله؟ کرواز میخونم؟ نه. تو گفتم 50 خورده سالته. بد نمیاد اصلا. کرمه به خصوصه. کرمه خصوصه داره. 25 ساله ولی لندنی، درسته؟ بله، بله. اینجا به دنیا اومدم و دیگه همیشه اینجا بودم. با گیتار به دنیا اومدی یا گیتار به پیوست؟ با همه چی، بله. واسه همین فقط انگلیسی میخونی؟ فارسی خوب؟ بله دیگه، فارسیم زیاد خوب نیست. یعنی میتونم بخونم و بنویسم ولی خیلی یواش. خب همینم خوبه. به نفع بقیه است. میتونم آزاده بنویسم. و امضا کنی. من شنیدم تو انقدر به این ارتفاع تو شعر داری توی اتاقت. بله خب از سن 14-15 سالگی دیگه شروع کردم به شعر نوشتن و هر وقت شعر می‌نویسم از پنجرم بیرون نگاه بکنم و راجبه رویاها فکر کنم و منظره رو ببینم، راجبه آدمایی که دور هستن از من فکر کنم و بنویسم و دیگه بالا پایینای زندگی و ولی همیشه سعی میکنم یه دریچه امید داشته باشم در آهنگام. بله. حتی اگه کسی از زیر اون پنجره رد شه، چون تو غرب لندن اصلا اونجا همش درخت و اینا سیگه. بله کلی درخت و رنگای مختلف و عجیبه که تا حالا آلبوم بیرون ندادی. اینجا هم پایتخت موسیقی دنیا میگن هستش. تازه گروه همو پیدا کردم و دیگه میخوام یواش یواش آهنگا رو بنویسم که بر آلبوم امیدوارم که سال دیگه دیگه تموم باشه. دیگه. آزاده تو خیلی هم فداکاری کردی، از خیلی چیزا گذشتی. علوم سیاسی خوندی، مدرک داری، درجه داشتی تو اتحادیه اروپا، ولی گفتی بی خیال کار و مسند، گیتار. تصمیم سختی بود؟ خیلی. من چون فوق لیسانس در علوم سیاسی خوندم دیگه خیلی شانس داشتم که میتونستم برم بروکسل کار کنم اونجا، ولی همیشه دلم با موسیقی موند و دیگه نمیتونستم تحمل کنم، دیگه میخواستم همه تمرکزم رو روی موسیقی بذارم و دیگه گفتم حتما باید برگردم لندن و سعیم رو بکنم که دیگه خوشحال بشم. این بچه ها خدا کنه نشنه قسمت برنامه میگن بعد آموزی شده بلکه میگن بعد مدرک گرفت. مدرک گرفت. الان خوشحالی از کاری کردی؟ خیلی. ولی لندن رقابت خیلی زیاده نه؟ چون که جایی که مثل آتش فشان جور ازش موسیقی میاد. بله همه این دور زمینه موزیسیان هستن ولی برای همین آدم باید خیلی سعیش بکنه و تمرکز زیاد بذاره روی موسیقی. نکته برنده چیه؟ برای اینکه موفق باشی همیشه آدم باید سعی کنه و زیاد به آدمای مختلف گوش نده دیگه. آدم باید به دل خودشون گوش بده دیگه. میشه درسی من عشق باشه. اینجا در ضمن تو درس هم میدی موسیقی؟ بله. یه چیز عجیبیه، جرأت خوندن درس میدی؟ بله، سازمان کارج تو سینگ که میشه جرأت خوندن. برای خیلی یه چیز مهمیه دیگه. بعد از اول تا آخر سر میتونن یه آهنگ بخونن و خیلی خوشحال میشن. یعنی خوبه آواز خوندن برای ما، واقعا اینقدر درمانیه. همیشه آدم رو خوشحال میکنه و میدونم که آدم های ایرانی اونو بیشتر از همه میدونن. اصلا همهش میزن زیر آواز، همه خواهندن. بله دیگه، همه مهمونی ها با این تموم میشن دیگه. آزاده سپاس با ما بودی، ولی میره روی صحنه باز میخونه دیگه. بله. آهنگ بیوتیفول رو. بله. زیبا. درباره خودته؟ درباره منه؟ میتونه باشه. بله. درباره مادرای تنها، زنهای تنها است اونجا میدم، درسته؟ بله. و اینکه تو عشق بعد همجور رفت، اگر زمین بخوری هم مهم نیست. بله دیگه، عشق مثل زمین خوردنه. ای بابا، پس بلند شی. تلویزیون یا کنی؟ آه چیز داری؟ هدیه داری؟ نه شما. آب نباته؟ نه. بشه خوردش؟ نه اصلا. چه آزاده. خیلی ممنون، هدیه است. اینم کارت رو بزنم رو چیز رو دیوارم. بهش نگاه کنم عاشق شم. پس تو هم به تلویزیون نیا کن تا ما به اینو نیا کنی. موزیک ویدیوهای هفته است.